نیروهای سیاسی در عراق تنظیم رابطه اونها با سازمان مجاهدین خلق ایران است و اونها میگن صراحتا میگن که هر نیرویی که تلاش میکند تا سازمان مجاهدین خلق را از عراق اخراج کند نشان دهنده این است که با ایران ارتباط ارگانیک دارد. دوستان و هموطنان عزیز، در سالی که گذشت در رویارویی با مقاومت ایران آخوندها بیوقفه خودشون رو به در و دیوار زدند، با هزار آه و فغان و جیغ و زوزه و نعره و فریاد به آمریکا گفتند که خارج کردن نام مجاهدین از لیست اعلان جنگ با جمهوری اسلامیه. به شورای امنیت شکایت کردند که چرا اتحادیه اروپا نام مجاهدین رو از لیست خارج کرده. گفتند که این ضربه است به کیان حکومتشون و گفتند که تا 100 سال دیگر هم قابل جبران نیست. به دولت‌های عربی به طور رسمی اعلام کردند که رابطه اونها با مقاومت ایران خط قرمز است. به دولت ایتالیا گفتند که اگر به رابطه با مقاومت ایران ادامه بدهد بهای سنگینی خواهد پرداخت. رسماً در مجلسشون گفتند که ما که مدعی مدیریت جهان هستیم چرا در بحث اقتدار نظام طوری عمل نشده که آنها با اپوزیسیون رسمی معاند اینگونه مراودات نداشته باشند و به نفع آنها بیانیه صادر نکنند و فریاد کشیدند که بقایای گروهک تصمیم گرفتند با صرف انرژی مضاعف فضای داخلی را متشنج و تجمعات را به آشوب بکشانند. گفتند که فعالیت‌های مجاهدین در دانشگاه‌ها در 1 سال اخیر روند روبرشدی را پشت سر گذاشته است. اینها گوشه‌ای از اذعانات مقامات رژیم. و باز گفتند که شهر اشرف تبدیل به معذر شده است برای مقابله با مردم ایران و مقاومتشان و برای حفظ اختناق حاکم. واقعیت اینه که آخوندها به دو چوب زیر بغل خود در این مدت تکیه کردند، یعنی از یک طرف برنامه اتمی و از طرف دیگر دخالت در عراق. ولی ما میگوییم هیچ راهی برای نجات این رژیم پوسیده باقی نمانده است. ما میگوییم دوران جدیدی آغاز شده است که در آن جایی برای فاشیسم مذهبی و جنگ افروزی و تروریسم آخوندها وجود ندارد. حقیقت این است که آخوندهای حاکم در یک مخمصه بزرگ دست پا می زنند. فروپاشی جبهه رژیم در عراق، حذف نام مجاهدین از لیست گروه های تروریستی و صفبندی سیاسی جدید منطقه علیه رژیم ولایت فقیه، همه مثل یک بهمن سیاسی و عظیم بر سر آخوندها آوار شده، به طوری که ولی فقیه ارتجا رو بران داشت که سکوت خودش رو علیه مجاهدان اشرف در هم بشکنه و مستقیماً وارد صحنه بشه و سراغ سرچشمه بن‌بست‌های رژیم بره و رسماً اعلام کنه که مجاهدین مایه شر و فساد این رژیم هستند. او همچنین از طالبانی و دولت عراق در مورد اجرای توافق دو جانبه برای اخراج اشرفیان حسابرسی کرد. حتما همه شما اون صحنه رو دیدید. از اون پیشتر کاخ سفید، وزارت خارجه، سفارت آمریکا در عراق اعلام کرده بودند که دولت عراق در زمان تحویل گرفتن حاکمیت از آمریکا تضمین‌های کتبی درباره حقوق ساکنان اشرف داده. و اگر یادتون باشه که مطمئنن هم ازتون شنیدین، مسعود هم گفت که از خدا میخواهیم که عراق کشور قانون و دموکراسی و دارای حاکمیت و سیادت باشد.
اما اگر رژیم آخوندی بخواهد این سیادت را سرقت کند و خط خودش را پیش ببرد و قوانین بین المللی را زیر پا بگذارد، یعنی همون چیزهایی را نقض کند که جامعه بین المللی و دولت آمریکا و کاخ سفید و سفارت آمریکا و پارلمان اروپا و اکثریت پارلمان‌های کشورهای اروپایی آن را در مورد حقوق ساکنان اشرف مورد تأکید قرار داده اند، آن وقت تا پای جان نیستیم. همه اینها مضمون همان رویارویی بزرگی است که در اشرف بین مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی در جریان است. این نبردی است برای آزادی و برای پیروزی. از این رو مجاهدان اشرف که آماج محاصره و انواع توطئه‌ها هستند عهد کرده‌اند چون دلارام می‌زند شمشیر سر ببازند و رخ مگردانند. عهد بستند که تو اگر لازم باشد مثل ستار خان بیارنش که در حماسه امیرخیز در تبریز علفهای بیابان را خوردند و ایستادگی کردند، از برگها و ریشه درختان تغذیه کنند و هر سختی را بپذیرند. تردیدی نیست که مجاهدین به عهد خود وفا می کنند و تردیدی ندارم که چون بنفشه که یخها را می شکند و بهار را نوید می دهد، شما ای اشرفی ها چنین خواهید کرد.